به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. سقوط یک هواپیمای روسیه به دست شبه نظامیان. گروه شبه نظامی سودانی موسوم به نیروهای واکنش سریع می گوید که یک فروند هواپیمای باربری را در غرب این کشور در منطقه جنگ زده دارفور سرنگون کرده، کامل شهروندان روسیه بوده است. دیپلمات های روسیه اعلام کردند که در حال بررسی ندا در منطقه جنگ زده هستند. نیروهای واکنش سریع که اپریل 2023 به ارتش سودان در حال جنگ هستند، روز دوشنبه بدون ارائه مدرک ادعا کردند که هواپیما بر سر غیر نظامیان بشکه های بم می ریخته است. در بیانیه که این گروه شبه نظامی منتشر کرده است، تمام مزدوران خارجی سوار بر هواپیما در این عملیات از بین رفتند. سفارت روسیه در خارتوم، پایتخت سودان، در پیام اعلام کرده است که دیپلمات های روسیه در حال بررسی حادثه در منطقه مالها در شمال دارفور در نزدیکی مرز با چاد هستند. اصابت پهپاد حزب الله به پنجره اتاق خواب نتانیاهو. رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که پهپاد حزب الله مستقیماً به پنجره اتاق خواب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، برخورد کرده است، اما به دلیل زده گلوله بودن پنجره نتوانسته به داخل اتاق نفوذ کند. رسانه های اسرائیلی روز سه‌شنبه و لقب گزارش دادند که پهپاد حزب الله مستقیماً به پنجره اتاق خواب خانه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، در منطقه قیصریه برخورد کرده است. تایمز آف اسرائیل در گزارش خود گفته است که پیشتر انتشار تصاویر اصابت پهپاد به اقامتگاه نتانیاهو سوی اداره سانسور ارتش اسرائیل ممنوع اعلام شده بود. بر اساس گزارش، این اداره اکنون مجوز نشر تصاویر را صادر کرده است. تایمز آف اسرائیل افزوده است که به دلیل زده گلوله بودن شیشه های پنجره منزل نتانیاهو، پهپاد به داخل خانه نفوذ نکرده است. طبق گزارش، در انگام برخورد پهپاد، نتانیاهو و همسرش در خانه حضور نداشتند. ساعت پیش حزب الله مسئولیت حمله پهپادی به منزل نتانیاهو را بر عهده گرفت. نخست وزیر اسرائیل پس از این حمله هشدار داد که نیروهای نیابتی اسرائیل پاسخ این اشتباه بزرگ را خواهند دید. ایران هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. در همین حال، شبکه خبری سعودی الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده است که بررسی‌های اسرائیل نشان می‌دهد که مقام‌های سفارت ایران در بیروت در این حمله دست دارند. از سوی دیگر، کانال 12 اسرائیل تصریح کرده است که طلایو در حال بررسی این رویداد است که چگونه از پهپاد ردیابی شده است. حزب الله شنبه گذشته با پرتاب 3 پهپاد اقامتگاه نتانیاهو در اسرائیل را مورد حمله قرار داد. و در پایان، حمله مرگبار اسرائیل به اطراف شفاخانه در بیروت فاجعه خلق کرد. وزارت صحت لبنان اعلام کرده که در حمله هوایی اسرائیل به محل در نزدیکی یک شفاخانه در جنوب بیروت 13 نفر از جمله یک کودک کشته و 57 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه از محل گزارش داد که 4 ساختمان در اطراف شفاخانه مربوطه به دانشگاه رفیق حریری، یک عقرب، در پی عملات اسرائیل با خاک یکسان شدند. امدادگران همچنان در جستجوی آسیب دیدگان هستند و این نگرانی وجود دارد که آمار تلفات بیشتر شود. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.